ای اخی پشکاکوی که نه روی سانه برام دادن کو کام ترک شما تو نکالون هوی کنین دایک جو میگذارین یا اودو تمیز آنهایی که از سفیدچوی پوست اذیت میکشند داروهای شرکتی ما برایشان خیلی هم مفید است. پیگمنت و تبلتکاها و مسحو دوای بیماری شما هستند. برای تبابت بیماری پسوریازو مازو صابون ها نیز داریم. برای بوغم درد و روماتیسم باشد داروهای تبابتی پیشنهاد میسازیم. اینچنین برای نرک و دونچه های روی را گم کردن و جنج روی را برطرف ساختن از داروهای شرکتی سوفسادا استفاده نمایید. همه ما میگم نگم با نمیشوه. ای اخیش پشکاکوی که نه روی سانه برام دادن کو کم ترک شما تو نکالون هوی کنین دایک جو میگذارین یا اودو تمیز یا کم ترک رفتاری خوب یاد بگیرین. خلی نه با جانده های کنه تنه تون روی سانه برام دادن خیل میکنین دیگه شوهی سانه این شما خیرات رنگی ما شکار نی آبرا زندگی نمیکنیم نبوشکو و فکرم فکوتون در هوا آسمان چسبیدگیه کم ترک خوکسوری رای دست نتیم ما... فیروزه حفیظوه از شمولی ستاره های درخشانی صنعت تاجیک محسوب یافته مدت زیاد است که روی صحنه هنر جولان میزند. او اولین مرتبه با سرودی بچه فرخوری روی صحنه آمد و این سرود سبب شد که فیروزه حفیظوه را سر تا سر کشور شناسند و دوستش دارند. بعد اوجی شهرت هنری فیروزه تا به افغانستان رسید و چهره های مشهوری افغان با او پیشنهادی بدی حسرایی نموده نفوذ و موقع تاجیک دختری پر انرژی را مستحکم گردانیدند. این بانوی هنر چند روز قبل طریق نوار می گفت با یک خیل سراینده های نو برآمد که غرور و کتگیشون را دیده نمی شود حیف می خونم. یک سرود خونده است یعنی علکه خود را در آسمونی هفتم می داند. مثل ما سالها مهنت کند سرود برارد ماکو زندگی کرالیوسکی داریم نه که شما چی دارین و یک سرود و لباس های جندمنده کتگی میکنین. این گفته ها با کی دخل دارد؟ کدام سراینده نستره اینی خانوم فیروزه حفیظوه رو وایرون کرده باشد؟ گرچند نمناسبی کسی رو به زبان آورده است ولی معلوم است که فیروزه نوزنین با نفری از هم کسبونش سخت گپش گریخته است. سوال ها زیاد به میان میویند با این گفته ها فیروزه با کی اشاره میکرد؟ چنونه که از نوارهای قبلی معلوم است فیروزه خانم خوشصدای دیگری تاجیک فرهناز شرفوه رو تعریف و تفصیف نموده میگفت که آداب و مناسبت رو از فرهناز یاد گیرید. کرتگی و کبر و غرور شما رو به هیچ کجا نمیبرد. علم دلی خانم فیروزه زیاد بود اما تشنگانی هنرش زیر شهرگاه زلیخو رو که سالها با او دشمنی داشته است مثال میآوردند و گاه دیگر یوسمان دولتوه رو. معین نیست که گفته ها به کی ربط دارد. ما باوری داریم که فیروزه حفیظوه در نوارهای منبعدش اویدی که حرف زدنهایش قصه میکند. تمام زنان و دختران، دانشجویان و حتی مردان خویشمند را که در شرکت فابری کار کردن میخواهند به کار دعوت میکنیم. عموماً نفرانی که به پول نیاز دارند به کار وارد شوی طریق واتساپ رایگان است. شما از نماینده شرکت بار زکس میکنید. بار شرکت در دو یا سه روز به دست شما میرسد. آن را از جای نشست خود به خویش و اقربا یا دوستان پیشنهاد میکنید. آنها با نرخ گذاشته شما خریداری میکنند. در یک مدت کوتاه کیسه‌هایتون از برکت پول پر می شود. شما رو در واتساپ انتظار است. نویسید تا اینکه از کاری سر درآمد در نمانید. گفتند به مورد است که میانی ستاره‌های درخشان کشور رقابت در سطح بلند رفته سود است. هر کدام از آنها می خواهند موقع و نفوذ خودشان بلند مرتبه باشد. از کسی عقب نمانده همیشه کوشش میکنند که ایجادی نو برارند تا اینکه از مد نروند. فیروزه حفیظوه مادری دو دخترچه 19 نه با نام های شهزاده و اسماء بوده پس از جدا شدن از شوهرش دلاور انیق نیست که باز اویلدار شد یا اینکه نه. فیروزه با نمو هنگوی جدید همه ساله خاطری کلی مخلصانش را شاد ساخته در ردیف چهره های مشهورترین کشور نام و موقع پیدا کرده است.